13 تا آدم فوق‌العاده که میدونن چجوری جلب توجه کنن. هر کدوم از ما سلیقه‌ای توی مد داریم. بعضیا سعی میکنن با لباسای فانتزی جلب توجه کنن، بعضیا مدل موی آرایش عجیب و غریبی انتخاب میکنن. خلاصه این که صدها روش مختلف وجود داره، اما همه اینا در مقایسه با آدمای عجیب ویدیوی امروز راستشو بخوای هیچ نه. خب من شهاب هستم و با یک ویدیو جذاب دیگه از هویج در خدمت شما عزیزان هستیم. اما قبلش یادتون نره که ویدیوهای ما رو لایک کنید، دکمه سابسکرایب این کانال رو بزنید و با ما همراه باشید. آدمایی که امروز میخوایم نشونتون بدیم بدنشون رو جوری تغییر دادن که شناختنشون سخته. مثلا سر تا پاشون رو تتا کردن و تابلویی که با این کار همه ی نگاه ها رو به خودشون جمع میکنه. خب بریم با نفر اول آشنا بشیم که یه شبح سوئیسیه. وقتی گیلبرت شافنر تو خیابونای شهرش تو سوئیس راه میره همه بهش خیره میشن. بعضی هم ازش عکس میگیرن، بعضی هم خب طبیعیه که ازش بترسن. این مرد گوشاشو بریده، سرشو تتو کرده و توی 65 سالگی سفیدی چشاشو از بین برده. گیلبرت میگه برای زیباییش هر کاری بتونه میکنه و میخواد با تغییر شکل بدنش به هدفش برسه، اما همه باهاش موافق نیستن. یه اتفاق بامزه‌ای که براش اتفاق افتاده اینه که گیلبرت توی گپ دوستانه توی رستوران به دوستش میگه میخواد علاوه بر گوشش بینی، انگشت و نوک سینه‌هاشو ببره. مردی که تو میز کناری نشسته بود این حرفا رو میشنوه و با مسئولان خدمات سلامت روان تماس میگیره و بعدش هم گیلبرت کلی تو درد سر میافته. قیافه این مرد کاملا شبیه شخصیت های اونجرز. نفر دوم کسی نیست جز اورک شیطان. ریکو سوزگ برزیلی قیافه واقعا عجیب و غریبی داره. 80% بدن و صورتش رو تتو کرده. جدیدن هم با یک ایده جدید اومده و خودش رو تبدیل به اورک شیطانی کرده و اینجور که معلومه کاملا هم به هدفش رسیده. برای این کار 10 تغییر شکل دردناک انجام داده. مثلا سفیدی چشماشو سیاه کرده و زبونش رو نصف کرده و دوتا شاخ رو سرش گذاشته. با ایمپلنت های زیرپوستی تو دست و پاهاش گذاشته. با ذره‌بین خودشو سوزونده و میگه این دردناک‌ترین کاری بوده که انجام داده. چیزی که خیلی به چشم میاد دندونای نیش بزرگشه. ریکو این تغییر شکل رو با کمک همسرش انجام داده و اونم قیافش رو عجیب و غریب کرده. تو رویدادای مختلف مردم رو میترسونه اما دخترش ازش نمیترسه. و اینم یه دختر عروسکیه با مزه. اولش هیچ کس هیچ اطلاعی از این دختر نداشت، اما فضولای اینترنتی تعطوی قضیه رو درآوردن. جازمین بین هنرمند دیجیتالی اهل لندن. 18 سالشه. پدرش جینجر وایلد هارت موزیسین راک و مؤسس وایلد هاوسه. مادرش هم یه درامر معروفه، پس عجیب نیست که دخترشون هم خارق‌العاده باشه. اون از فیلم‌های تیم برتون، گروه دیم فورت و اسباب بازی‌های ژاپنی الهام گرفته و موجود افسانه‌ای جدیدی به وجود آورده که شبیه هیولاهای افسانه‌ای فیلیپینه. اون الان برند لوازم آرایشی خودشو داره و می‌خواد به موسیقی هم ادامه بده. شماره 4 که واقعا موجود عجیبیه، سایبورگ. راس فاکس کانادایی 100 تغییر شکل روی بدنش ایجاد کرده، از سوراخ کردنهای مختلف گرفته تا شکافتن زبون. رون روی پیشونیش ایمپلنت سیلیکونی به شکل شاخ گذاشته، اما تغییر شکل اصلیش با چشم غیر مسلح نمیشه. راس فاکس دستشو جلوی در خونش تو ونکوور میگیره و در باز میشه. کلکش اینه که یه بادی هکر واقعی شده، زیر پوستش چند تا دستگاه گذاشته که میتونه با اون اطلاعات دیجیتالی رو بفرسته و کمودا و درا رو باز کنه. زیر پوست بازوی سمت چپش چیت شناسایی با فرکانس رادیویی و NFC یعنی ارتباط میدانی برده کوتاه گذاشته. فاکس از اونها برای ذخیره ایمن و تبادل اطلاعات استفاده میکنه. تصور کنید تو فروشگاه به جای موبایل کف دستش رو روی درگاه پرداخت میذاره. ولی فقط اینا نیست، یه ایمپلنت مغناطیسی هم تو انگشتش داره که دو میدان مغناطیسی حسیه. به نظرش در آینده همه مردم از فناوری برای گسترش تواناییاشون استفاده میکنن. شماره 5، بادی آرتیست خارق‌العاده. جور میگلر رکورددار تونلای گوشتی روی صورته.
در مجموع 11 تا سوراخ توی صورتش داره. ترسناک‌ترین سوراخ تو لوپاشه که قطرش 3.5 سانتی متر. این رکورد قانعش نکرده و میخواد در آینده قطر این سوراخو به 6.5 سانتی متر برسونه. از 13 سالگی علاقه‌مند به تغییر شکل بدنش بود. با سوراخ کردن گوش شروع کرد. بعد دو تونل گوشتی روی بینی و لباش اضافه کرد و حالا هم این شکلیه. لابد این سوال براتون پیش میاد که چه جوری غذا میخوره. خودش میگه با این قضیه مشکلی نداره، فقط باید تیکای غذا کوچیک باشن. البته بعضی وقتا سوپ بیرون میریزه. خب تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. حتما یادتون نره که کانال یوتیوبی ما رو سابسکرایب کنین، ویدیوامون رو لایک کنین و نظراتتون رو توی کامنت همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. حتما میدونید که این حمایت های شما باعث میشه که ما بتونیم ویدیوهای بهتری رو برای شما تولید کنیم. ممنون که با هویج همراه هستین و در ادامه این ویدیو با هویج باز هم همراه باشین. شماره 6. خب این شما و این هم زامبی پانک. اندرسون گارسیا رودریگز برزیلی اسم خودش رو زامبی پانک گذاشته. این تغییر شکل براش کار آسونی نبوده. علاوه بر شاخهایی که از صورتش بیرون زده، تتوهای زیادی داره که 72% از بدنش رو پوشونده. حتی چشمش هم کاملا تتو کرده. میگه بعضی از این کار به خاطر اینه که همش اشک میریخت و 10 روز نمیتونست چیزی رو ببینه. خیلی ها تا میبیننش سعی میکنن ازش دور بشن و این کارشون باعث ناراحتیش میشه. میگه آدم بد رو باید از روی شخصیتش شناخت، نه تتواش. ظاهر بعضی از آدم ها واقعا غلط اندازه. آدم خوش برخوردی و خیلی خوب پیانو میزنه. وقتی به لندن رفته بود همه یه بچهاش بهش دست دادن و پیرزن ها از مدل موهاش خوششون اومده. شماره 7 که یه سیاهکاری عجیبه. بعضیا میگن که یه روز ولادیمیر پیش مادرش رفت و از مادرش اجازه گرفت که میتونه تتو کنه یا نه. مادرش هم گفت میشه، ولی فقط یه تتو. اونم خوب به حرف مادرش گوش کرد و رفت و کل بدنش رو با یه تتو کلن سیاه کرد. بعد از اون این روش به بلک ورک یا سیاهکاری معروف شد. مرد با زنش کار تتو میکنه. اون سر تا پاشو تتو کرده. چیز دیگه ای که تو ولادیمیر جلب توجه میکنه عضله های اونه. شاید به خودتون بگید لابد روزی 10 تا سیخ کباب به بدن میزده، ولی چند سالی هست که گیاه خوره. این غول 108 کیلوگرمی ادعا میکنه رژیمش پنیر محلی، موز و نون زیاده. با این اندامی که داره هیچ وقت تو مسابقات بدنسازی شرکت نکرده و این کار رو فقط واسه لذتش انجام میده. توصیه‌اش هم به بقیه برای ساختن چنین اندامی بارفیکس و میله های پاراللله. به نظر من که دلش نمیخواد راز و رمز رژیم و تمریناتش رو فاش کنه. و بریم سراغ شماره 8، دختر فرازمینیه. این دختر دوست داره شبیه موجودات یک کهکشان بشه. اسمش لورالی، دختری با پوست آبی و گوشای مصنوعی عجیبه. خودش میگه از یه رسم ژاپنی به نام گیارو الهام گرفته. لباسای روشن که درهای بامزه‌ای روشه و چیزای تزیینی بزرگ. مدل موهای عجیب و ناخونای بلند دارن. البته هیچ زن ژاپنی نمیتونه تو ناخون با لی رقابت کنه، چون خودش تو کار ناخون و ناخونای مصنوعی با تعداد زیادی کریستال براق و طرح سه‌بعدی مختلف برای خودش درست کرده و کلی هم مشتری داره. اون از آرایشای جیغ بالای رنگی و کلی جواهرات مختلف استفاده کرده. راستی قصد داره یه روز برای همیشه پوستشو آبی کنه. شماره 9، با پادشاه تتوها آشنا میشی. مارسلو بی بوی ریبیریو یادش میاد وقتی بچه بود با خانواده‌اش یه شوی تلویزیونی میدیده که مردی با بیشترین تتو تو جهان رو نشون میده. مادرش گفته بود تصور کن یه روز شبیه اون بشی. ظاهرا انگار مادرش حرف دلش رو زده بود و امروزه عنوان بیشترین تتو متعلق به همونه. بیشتر از 1000 تتو روی عضلات بدنش داره و بیشتر تتوها کار خودشه، حتی تتوی مردمه که چشماش. اون پدر دوتا بچه است و میخواد که بدنش تبدیل به نمایشگاه هنری بشه. علاوه بر تتو، دندوناش نیش فلزی، ایمپلنتای سیلیکونی زیرپوستی و زبونش شکافته داره. راستی زبونش چند رنگه. همسر مارسلو با تمام این تغییر شکل موافقه، به جز یکیشون. میخواد یه تونل گوشتی روی لپش بزنه و یه زیپ اونجا بذاره برای اینکه بشه این سوراخ رو باز و بسته کنه. تو شماره 10، یک پری واقعی رو میبینی.
اشلی عاشق پری و هر چیزیه که مربوط به دنیای فانتزی اونا میشه. هیچ وقت از این شخصیت بیرون نمیاد. اولین بار وقتی تو دوره سختی از زندگیش بود لباس پری رو توی فستیوال رنسانس آریزونا امتحان کرد و این کار کمکش کرد تا از مشکلاتش برطرف بشه. در حال حاضر خونش تبدیل به خونه دختر شاپریون واقعی شده. بیشتر چیزای دکوریش وسایل جادوگریه. راستی سرگرمی اشلی براش تبدیل به درآمد خوبی هم شده. بالهای بامزه‌ای می‌سازه و به اونایی که می‌خوان یه جورایی به آرزوشون برسن می‌فروشه. بعدم بریم سراغ شماره 11، زن اژدها. زنی که می‌بینین ایوا تریمنت اهل آمریکاست. اون یکی از اونایی که تصمیم گرفته اژدها بشه. میگه یه روز حس کرده که انسان بودن بهش نمیاد، برای همین کلی تغییر جدی رو بدنش انجام میده. گوشه و سوراخ‌های بینیشو برمی‌داره، چشاشو سبز می‌کنه و بدن و صورتشو تتو می‌کنه. آخرین کاری هم که می‌کنه چیز سمبولیکی از یه زن. وقتی بچه بوده والدینش تو بیابون رهاش می‌کنن. اونجا مارهای زنگی دور و برش می‌خزیدن. تتوهایی که الان داره تتوی پوسته همون ماراست. بیشتر دندوناش رو هم کشیده. 8 تا سوراخ زیر پوست پیشونیش کاشته. پوستش هم زخمی و سوخته است. اون 60,000 دلار برای این کار خرج کرده و میگه که دست از این کاراش بر نمی‌داره تا وقتی که کاملاً تغییر شکل بده. و شماره 12، دو تا دختر دوقلوی بامزه. اسمشون آلین و آلیناس و در اشتوتگارت به دنیا اومدن و از بچگی عاشق هنرهای تجسمی بودن. اولین تتوشون رو در 17 سالگی زدن که یک نوشته احمقانه بود و بعدم روش نقاشی کردن. اما این تازه اول کارشون بود و بعدش هم سر تا پاشون رو تتو کردن. روی بدنشون میشه نقاشی های جالبی از گیاهان، جانوران و چیزهای دیگه دید که انگار با آبی کشیده شده. در حال حاضر اونا تو قلب هالیوود توی لس آنجلس یه استودیو باز کردن. و آخرین نفر عجیب امروزم که یه پری دریایی واقعیه. خیلی از دخترها دوست دارن شبیه آریل، همون پری دریایی معروف دیزنی باشن، اما سیاشلز کانادایی حتی وقتی بزرگ شدن به خیال رویاش نشد. اون نه تنها عقیده داره که پری دریایی واقعا وجود داره، بلکه میگه خودش یکی از هموناست. از وقتی هم یادش میاد ذهنش مشغول اونا بوده، فقط با عروسکای پری دریایی بازی میکرده و وقتی پدرش اولین دوم رو بهش هدیه میده رویاش تبدیل به واقعیت میشه. سیاه یه اتاق آرایش مخصوص تو خونش داره. اونجا لوازم آرایش براق مخصوص و چیزای دیگه هست تا این قیافه رو درست کنه. 10 سال موهاشو آبی میکنه. برای وسایل پری دریایی مثل تاپ و لباسای تنگ و چسبون، پولک تزینی و باله های دومی شکلش کمد خیلی بزرگ داره. این دختر عاشق اقیانوس و مدام هم در حال شنا کردن. خب شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.